به شما دوستای خوبم عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که بعد از مصرف یک فنجان قهوه چه اتفاقهایی در بدنمون صورت میگیره. 10 دقیقه بعد از نوشیدن قهوه. اکنون کافئین وارد جریان خون شما شده است. این شرایط باعث افزایش ضربان قلب و در نتیجه افزایش فشار خون می شود. 20 دقیقه بعد سطح هوشیاری شما افزایش یافته و مه مغزی از بین رفته است. می توانید با وضوح بیشتر فکر کنید و قادر به حل بهتر مسائل هستید. افزون بر این کافئین از اتصال مولکول آدنوزین به گیرنده های آدنوزین مغز جلوگیری می کند. آدنوزین مولکولی است که در مغز تولید می شود و هنگامی که سطح آن به حد مورد نیاز افزایش یافت به گیرنده های آدنوزین مغز متصل و موجب ایجاد احساس خستگی و خواب‌آلودگی در فرد می شود. 30 دقیقه بعد. بعد از 30 دقیقه بدن شروع به تولید هورمون آدرنالین بیشتر از سطح طبیعی می کند. گشاد شدن مردمک تحت تاثیر افزایش این هورمون باعث می شود دید بهتری پیدا کنید. 40 دقیقه بعد. در این مرحله بر اثر افزایش سروتونین یا هورمون شادی درجه ای از روحیه بهتر را تجربه می کنید. افزایش سروتونین با افزایش کارایی نورون های حرکتی باعث افزایش قدرت عضلانی می شود. 4 ساعت بعد سلول های بدن سریع تر از حد معمول انرژی آزاد می کنند. این شرایط باعث تحریک اسید معده می شود و سرعت هضم افزایش می یابد. در این شرایط چه در حال ورزش باشید و چه نباشید بدن به سوزاندن چربی می پردازد. 6 ساعت بعد خبرهای بعد این است که 6 ساعت بعد از نوشیدن فنجان قهوه کافئینی که مصرف کرده اید اثرات ادرارآور خود را آغاز می کند و شما باید بیشتر از حد معمول به دستشویی بروید. اما چیزی که از بدن شما دفع می شود فقط آب نیست، بلکه بدن ویتامین ها و مواد معدنی خود را نیز از دست می دهد. در موارد نادر این شرایط اختلال در متابولیسم کلسیم را در پی دارد. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.